در طول سال گرفتاری های مردم هم کم نبود سال به این شکل گذشت بنابراین سال سختی بود پیام نوروزی آیت الله خامنه رهبر جمهوری اسلامی و اعترافش به اینکه سال گذشته سال سختی بوده و ملت ایران رنج ها و دردهای زیادی رو تجربه کرده سال 98 برای ملت ایران یک سال تلاطم بود سالی بود که با سیل آغاز شد با کرونا تمام شد در طول سال هم حوادث گوناگونی برای کشور و برای برخی از مردم کشور پیش آمد حوادثی از قبیل زلزله تحریم ها و امثال اینها اشاره به دردها و رنج های ملت ایران چیز جدیدی نیست و در سالهای گذشته همیشه بخش اصلی سخنرانی نوروزی خامنه ای رو تشکیل داده مثلا این پیام نوروزی خامنه ای در نوروز 98 سال پرموجرایی رو گذروندیم دشمنان نقشه ها کشیده بودند نقشه ها داشتند برای ملت ایران این هم پیام رهبر در نوروز 97 تلخیه هایی هم سال 96 داشتیم زلزله، سیل، حوادث هواپیما، حادثه کشتی که برخی از عزیزان ما جان باختن در این حوادث و حوادث تلخی بود برای ما. البته در پایان سال در ماهای آخر سال طبق برنامه‌ریزی دشمنان ملت ایران، اغتشاش‌هایی هم در کشور صورت گرفت. و این هم نوروز 96 تلخی ها و سختی ها عمدتا مربوط به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم طبقات متوسط و ضعیف در طول سال درگیر این مشکلات بودند و همچنان هستند مثل گرانی مثل بیکاری مثل آسیب اجتماعی که اونها هم عمدتا منشأ اقتصادی دارند مثل تبعیض ها و نابرابری ها مشکلات اقتصادی البته همیشه شاه بیت اصلی سخنانی های خامنه ای بوده و تا به امروز نه تنها اوضاع بهتر نشده بلکه هر سال بدتر و بدتر شده لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است مشکل اساسی کشور همچنان مشکل اقتصادی است به خصوص در این ماه های اخیر مشکلات معیشتی مردم زیاد شد جالب اینجاست که از دید آیت الله خامنه ای در درجه اول کشورهای خارجی یا به قول خودش دشمن مسئول اکثر بحران ها و مشکلات در ایرانه و در درجه دوم دولت های حاکم در کشور و شخص رهبر که قدرت بلا کشور کشوره و در تمام امور ریز و درشت کشور دخالت میکنه و حکم حکومتی میده هیچ مسئولیتی نداره لکن اونچه که انجام گرفته است با اون چه مورد انتظار مردم و مورد انتظار ماست فاصله زیادی داره نامگذاری سالها بر اساس موضوعات اقتصادی توسط رهبر هم حرکتی نمایشی بیش نیست و دردی را از مردم دوا نکرده لذا من شعار امسال رو اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال قرار میدم سال شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است سال حمایت از کالای ایرانی لذا من شعار رو امسال این قرار دادم رونق تولید رونق تولید سال گذشته گفتیم رونق تولید امسال بنده عرض میکنم جهش تولید امسال سال جهش تولیده البته خامنه ای هر ساله بخشی از سخنرانی نوروزیش رو به موفقیت ها و نکات مثبت سال قبل اختصاص میده که نقطه اشتراک همه اونها شرکت مردم در راه ها و تجمعات حکومتی و مذهبی لکن نکته مهم این است که در کنار سختی ها سربلندی هایی هم در این سال وجود داشت که اونها هم بعضی بیسابقه بود ملت ایران به معنای واقعی کلمه درخشید شهادت بزرگ شهید عزیز ما مردم یک حرکت عظیمی رو انجام دادن حضور دهها میلیونی خودشون رو به رخ دنیا کشیدند در عرصه سیاسی مظهر این واکنش راهپیمایی عظیم 22 بهمن و موضع گیریهای های مردم در طول ماه های این سال بود در روز قدس در ماه مبارک رمضان اجتماع عظیم مردم هویت و هدفهای این کشور رو به همه دنیا نشان داد یکی از نکات جالب دیگه یه پیام نوروزی خامنه ای در سال جدید صحبت او درباره میزان تولید کشوره این کاراش شده است در کشور اینجور نیست که کار نشده باشه لکن اون که من میخوام بگم این است که این کاری که شده تا حالا این شاید حتی یک دهم اون چیزی که برای کشور احتیاج هست نباشه البته من یک دهم ده رو از روی آمار دقیق نمیگم بلکه حدس میزنم یک دهم ده خامنه اینجا اعتراف این کنه که حرفاش و برنامه ریزیاش برای اقتصاد و تولید کشور نه بر اساس اطلاعات و ارقام دقیق و علمی بلکه به قول خودش بر اساس حدسیاته البته من یک دهم ده رو از روی آمار دقیق نمیگم بلکه حدس میزنم یک دهم. ده پرسش اینجاست که در کشوری که سالیان میلیاردها تومان برای دستگاه های عریض و طویل حکومتی خرج میشه در حالی که طبق گزارش های ثروت تحت کنترل آیت الله خامنه ای نزدیک به 100 میلیارد دلاره چطوره که رهبر به اعداد و ارقام دقیق و علمی دسترسی نداره تا بر اساس اونا برای یک کشور ریزی کنه و مجبور بر اساس حدس و گمان حرف بزنه این کارها شده است در کشور این جور نیست که کار نشده باشه لاکن اون چه که من میخوام بگم این است که این کاری که شده تا حالا این شاید حتی یک دهم اون چیزی که برای کشور احتیاج هست نباشه البته من یک دهم ده رو از روی آمار دقیق نمیگم بلکه حدس میزنم یک دهم ده یعنی شاید واقعا ده برابر این کار باید انجام بگیرد چه کار تحقیقی چه کار تولیدی چه کارهای گوناگون از همین قبیل تا رونق تولید در زندگی مردم اثر خودش رو نشان بده ما در سال 98 تولید تکان خورد حرکت کرد و راه افتاد تا یه حدودی لکن اثری در زندگی مردم ازش محسوس نشد ما بایستی تولید رو به جایی برسانیم که در زندگی مردم اثر بگذاره البته مسائل اقتصادی کشور مسائل متعددی است مسئله اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی بهبود فضای کسب و کار و از این قبیل لکن نقش تولید یک نقش یگانه و بی همتایی است اگر ما بتوانیم تولید رو راه بیاندازیم و با توجه به بازار وسیع خود کشور در داخل ما اگرچه که تولید به فروش و به بازارهای خارجی احتیاج داره اما ما هم ضمن اینکه می توانیم با بازارهای خارجی ارتباط داشته باشیم عمده بازار فروش ما داخل کشور است با این جمعیت 80 میلیونی اگر بشود تولید رو ان حرکت بدیم و پیش ببریم مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد و این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد تا الان البته ضررهایی داشته لکن سودهایی هم در کنارش وجود داشته یعنی ما رو وادار کرده به اینکه به فکر امکانات خودمون باشیم به فکر تهیه لوازم زندگی و نیازهای کشور از طریق امکانات داخلی باشیم که این برای ما خیلی مخترم است و همین انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد پس من بر این ما باز به تولید نیاز داریم سال گذشته گفتیم رونق تولید امسال بنده عرض میکنم جهش تولید امسال سال جهش تولیده این شد شعار امسال کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشالله به وجود بیاره